چاو بونجورنو، سلام دوستان. امروز با چاو بونجورنو سلام علیک کردم که یه مقدار غیر تکراری باشم. امروز چیکار میخوایم بکنیم؟ اوجی پارلرمو دی اون وربو مولتو مولتو ایمپورتانتیسیمو انکه مولتو مولتو اوزاتیسیمو. امروز میخوایم در رابطه با یک فعل بسیار بسیار مهم و در عین حال خیلی پرکاربرد صحبت بکنیم. چی هستش اون فعل؟ il verbo piacere، il verbo piacere یا همون to like، دوست داشتن. abbiamo due espressioni per dire piacere. در زبان ایتالیایی دو تا اکسپرشن داریم برای گفتن دوست داشتن. اسپرسیون نومرو اونو می پیاچه، اسپرسیون نومرو دوه می پیاچونو. اکسپرشن شماره یک می پیاچه، اکسپرشن شماره دو می پیاچونو. این دوتا اکسپرشن هر دوتاشون معنیشون به معنی من دوست دارم هستش، فرقی با هم نمی کنن. فقط یه مقدار تلفظ دومیه یه مقدار سختتر است، می پیاچونو، می پیاچونو. اوکی، حالا پر دچیدره سه اوزاره می پیاچه او می پیاچونو دوبیامو assolutamente guardare la La lettera parola seguente. seguente. برای اینکه تصمیم بگیریم یا تشخیص بدیم که کی از عبارت می پیاچه استفاده کنیم و کی از عبارت می پیاچونو استفاده کنیم، باید بیایم به کلمه بعدی نگاه بکنیم. یا اینطوری براتون توضیح بدم، برای که بتونیم تشخیص بدیم که کی از عبارت می پیاچه میتونیم استفاده کنیم یا کی از عبارت می پیاچونو میتونیم استفاده کنیم، باید بیایم ببینیم که کلمه ای رو که قراره بهش احساس دوست داشتن داشته باشیم، یک اسم سینگولاره مفرد هستش یا یک اسم پلوراله جمع هستش یا یک فعل هستش. خب حالا زمانی که اون کلمه که ما بهش ابراز دوست داشتن داریم، اگر که یک اسم یا سوستانتیو سینگولار مفرد باشه، از عبارت می پیاچه استفاده می کنیم. و همچنین اگر اون کلمه که ما بهش ابراز دوست داشتن می خواهیم بکنیم یک فعل باشه، اینجا هم باز هم از عبارت می پیاچه استفاده می کنیم. پس یه بار دیگه تکرار می کنم، اگر که کلمه ای رو که قرار ما بهش احساس دوست داشتن داشته باشیم یک اسم مفرد یا سینگولاره باشه و یا اینکه یک فعل باشه، از عبارت می پیاچه استفاده می کنیم. حالا اگر که اون کلمه ای رو که ما بهش احساس دوست داشتن داریم یک اسم یا سوستانتیو پلوراله یا جمع باشه، از عبارت می پیاچونو استفاده می کنیم. پس اگر اون کلمه رو که می خواهیم بهش احساس دوست داشتن داشته باشیم یک اسم جمع باشه یا پلوراله باشه، حتما حتما باید بیایم از عبارت می پیاچونو استفاده بکنیم. توی مثال براتون بهتر مشخص میشه. و همچنین این نکته هم خدمتتون بگم دوستان، زمانی که اون اگر که اون کلمه که ما بهش ابراز دوست داشتن میخوایم بکنیم یک فعل هستش، همونطور که گفتم یک ورب هستش، حتما 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 اون ورب ما باید به صورت اینفینیتیو یا مصدر قرار بگیره. به هیچ عنوان صرف نباید بشه، به هیچ عنوان نباید کانجوگیتش کنیم، به صورت مصدر قرار میگیره. می پیاچه مثلا اون فعل به صورت مصدر. حالا توی مثال توضیح بدم، میخوام بگم که من کافی دوست دارم. کافی، حالا میخوام اینجا به صورت مفرد به کار ببریم، میخوام بگم که کافه دوست دارم. چجوری میگم؟ اسم مفرد هستش، پس از عبارت می پیاچه استفاده میکنیم. می پیاچه ایل کافه، می پیاچه ایل کافه. ایل کافه یک اسم مفرد هستش، پس از می پیاچه استفاده کردیم. یا میخوام بگم که من درس خوندن رو دوست دارم. درس خوندن یک فعل هستش دیگه، پس قرار شد که اگر بخوایم نسبت به یه فعلی احساس دوست داشتن بکنیم، از عبارت می پیاچه استفاده کنیم دیگه. خب چیکار باید بکنیم؟ من درس خوندن رو دوست دارم. می پیاچه استودیاره، می پیاچه استودیاره. همطور که گفتم
فعل ما باید به صورت حتما حتما باید به صورت مصدر قرار بگیره، به هیچ عنوان نباید صرف بشه. می پیاچه استودیاره، من درس خوندن رو دوست دارم، یا من خوانندگی رو دوست دارم. می پیاچه کانتاره، می پیاچه کانتاره. یا مثلا من خوردن رو دوست دارم، غذا خوردن رو دوست دارم. می پیاچه منجاره. دقت کردین چون فعل هستش حتما حتما از عبارت می پیاچه استفاده میکنیم و فعلمون هم به صورت مصدر قرار گرفته، به هیچ عنوان صرف نشده. حالا اگر که اون اسمی که بهش ابراز دوست داشتن میخوایم بکنیم، احساس دوست داشتن داریم، یک اسم جمع باشه، از چه عبارتی قرار شد استفاده کنیم؟ از عبارت می پیاچونو. می پیاچونو. میخوام بگم که من گلا رو دوست دارم، من گلها رو دوست دارم. چجوری میگم؟ گلها جمع دیگه. پس از عبارت می پیاچونو، می پیاچونو ای فیوری، می پیاچونو ای فیوری. ای فیوری جمع ایل فیوره هستش دیگه، جمع گلها هستش. ای فیوری مفردش میشه ایل فیوره، جمعش میشه ای فیوری. می پیاچونو ای فیوری. یا میخوام بگم که مثلا من مثلا موزا رو دوست دارم، چند تا موز جمع هستش، میخوام بگم من موزا رو دوست دارم. چجوری میگم؟ میگم که می پیاچونو له بانانه، می پیاچونو له بانانه. پس چون اسم ما به صورت جمع هستش، از عبارت می پیاچونو استفاده کردیم. پس دوستان خیلی دقت کنید که اون اسم یا کلمه ای رو که قراره بهش احساس دوست داشتن داشته باشید، دقت کنید که آیا اسم مفرد هستش، سینگولاره هستش، یا اسم جمع هستش، پلوراله هستش، یا یک فعل هستش. اگر که یک اسم مفرد بود و یک فعل بود، برای دوست داشتنشون از عبارت می پیاچه استفاده میکنیم. یا حالا اگر که اون کلمه یک اسم پلوراله یا جمع بودش، از عبارت می پیاچونو استفاده میکنیم. اینا رو دقت بکنید، یه چند تا تمرین بکنیم. مثلا میخوام بگم که من شیر سویا دوست دارم، من شیر سویا دوست دارم. شیر سویا مفرد هستش، میخوام به صورت مفرد به کار ببریم. چی کار باید بکنیم؟ شیر سویا اسم مفرد هستش، برای دوست داشتنش از چی استفاده میکنیم؟ از عبارت می پیاچه استفاده میکنیم دیگه. میشه می پیاچه il latte di soia. il latte به معنی شیر هستش، di soia هم که سویا، شیر سویا. il latte di soia. mi piace il latte di soia. چون مفرد هستش، il latte di soia مفرد هستش، از عبارت mi piace استفاده کردم. یا میخوام بگم که من میخوام بگم که من خوابیدن رو دوست دارم، یه آدم تنبلی هستم، خیلی اهل خواب هستم. اینو میخوام بگم که دوست دارم. خوابیدن یک فعل هستش دیگه، و قرار شد که برای ابراز دوست داشتن به یک فعل از عبارت می پیاچه استفاده کنیم، و همچنین فعلمون هم باید به صورت مصدر قرار میگرفت. خب خوابیدن رو دوست دارم چجوری باید بگم؟ می پیاچه دورمیره، می پیاچه دورمیره. خب حالا بریم برای یک اسم جمع که ابراز دوست داشتن میخوایم بهش بکنیم، بگیم که من مثلا دوست دارم، میخوام بگم که من فیلم های ایتالیایی رو دوست دارم. فیلم های ایتالیایی، فیلم های ایتالیایی جمع هستش که پلورال هستش. چجوری باید بگم؟ می پیاچونو ای فیلم ایتالیانی، می پیاچونو ای فیلم ایتالیانی. ای فیلم ایتالیانی جمع هستش دیگه، فیلم های ایتالیایی. ای فیلم ایتالیانی. اگر اگر این بحث مفرد و جمع رو فراموش کردید، یه سری به همون مبحث آرتیکولی دترمیناتیوی بزنید که یادتون بیاد که برای مفرد و جمع چه کارهایی باید انجام میدادیم. خب پس متوجه شدیم که برای زمانی که به یک کلمه که خب یک اسم هستش و جمع هم هستش، برای دوست داشتنش از عبارت می پیاچونو استفاده می کردیم. پس وقتی که می خواهم بگم مثل همین فیلم های ایتالیا رو دوست دارم، باید بگم که می پیاچونو ای فیلم ایتالیانی.
خب حالا همیشه هم قرار نیست که ما دوست داشته باشیم، یه وقت هم هست مثلا ممکن دوست نداشته باشیم، یه وقت مثلا فیلم ایتالیایی دوست نداریم، یه وقت مثلا خوابیدن رو دوست نداریم، یه وقت مثلا چه میدونم یه کاری رو دوست نداریم، چجوری باید منفیش کنیم؟ کافیه از کلمه نون که یک نگاتیو میکر هستش، یک کلمه منفی منفی هستش استفاده کنیم، اونم کجا؟ قبل از می پیاچه، قبل از می نون رو باید قرار بدیم. مثلا میخوام بگم که من غذا خوردن رو دوست ندارم، حالا الکی فکر کنید من دوست نداشته باشم آدمش کمو، ولی خب حالا میخوام بگم دوست ندارم، چجوری بگم؟ میگم که نون می پیاچه منجاره، نون می پیاچه منجاره، اومدم کلمه نون رو قبل از می پیاچه قرار دادم. یادتون نره ها، این کلمه نون باید اول جمله دقیقا قبل از می قرار بگیره، نه یاد بگید که می نون پیاچه کاملا غلطه، می نون پیاچه مثلا منجاره کاملا غلطه، جای نون، جای حرف کلمه منفی نون دقیقا قبل از می هستش، نون می پیاچه، نون می پیاچونو. حالا مثلا مثال بزنم، میخوام بگم که من این شیر سویا رو دوست ندارم، من شیر سویا دوست ندارم، چی باید بگم؟ میگم که نون می پیاچه ایل لاته دی سویا، نون می پیاچه ایل لاته دی سویا. یا میخوام بگم همین مثلا خوانندگی رو دوست ندارم، نون می پیاچه کانتاره، نون می پیاچه کانتاره، من خوانندگی رو دوست ندارم. یا میخوام بگم فیلم های ایتالیایی رو دوست ندارم، چی میگم؟ میگم که نون می پیاچونو ای فیلم ایتالیانی، نون می پیاچونو ای فیلم ایتالیانی. دقت کردین؟ خیلی راحت هستش. حالا این نکته دیگر هم که باید دقت کنید این هستش که زمانی که میخواید از دوتا عبارت می پیاچه یا می پیاچونو استفاده بکنید، حتما 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 از آرتیکل و دترمیناتیوو قبل از اسمتون استفاده کنید، حتما حتما باید یک کدوم از این آرتیکل ها قرار بگیره توی قبل از اسمتون، بدون آرتیکل نمیشه. مثلا هم که میگم که نون می پیاچه ایل لاته دی سویا، اینجا لاته قبلش ایل اومده، آرتیکولش اومده ایل لاته. یا مثلا نون می پیاچونو ای فیلم ایتالیانی، فیلم که ای باشه اومده قبلش نشسته، پس بدون آرتیکولو به هیچ عنوان درست نیستش. حتما 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 در عباراتی که از می پیاچه و می پیاچونو استفاده می کنید قبل از اسمتون حتما حتما از آرتیکولو دترمیناتیوو باید استفاده بکنید. خب اینم از درس امروز که باید روش کار کنید، شاید اولش مقدار آدم قاطی بکنه با هم، اما با خوندن و تکرار و تمرین چیز سختی نیستش. حالا نوبت چی هستش؟ نوبت همون اکسپرسیون همیشگی هستش که خیلی 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 هم کمونه هستش، بسیار کاربردی هست، خیلی استفاده میشه، زیاد میشنوین، هر جا که برید اینو خیلی میشنوید. چی هست؟ بو 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 به چه معنی هستش؟ بو یه مدل دیگه همون نون لوسو هستش، به معنی نمیدونم. نون لوسو، نون لوسو رو فکر کنم قبلا بهتون گفته بودم، نون لوسو به معنی نمیدونم دیگه. یکی مثلا ازتون یه چیزی میپرسه شما نمیدونید، میگفتید چی؟ میگفتید نون لوسو. حالا این دفعه به جای اینکه بگید نون لوسو میتونید بگید که بو. البته اینم بهتون بگم که بو خیلی کلوکیال هستش، خیلی غیر رسمی هستش، بیشتر تو جمعای دوستانه و آشنا از این بو استفاده میشه. مثلا شما یه شخص رو که نمیشناسید زیاد جالب نیستش که، زیاد مؤدبانه نیستش که بیاد بگید بو نمیدونم. مثلا یه سی ازتون سوال میکنه شما بگید بو، نه این زیاد جالب نیستش. چرا؟ چون حالت غیر رسمی داره، بیشتر در گفتگوهای دوستانه و غیر رسمی از این بو استفاده میشه، خیلی هم کوتاه هستش. خودشونی هم که استفاده میکنن معمولا خیلی توپر و گنده میگن، ما خیلی میشنوم اینجا طرف از یونگ بو. بعد اینکه اینم سعی کنید یاد بگیرید. دیگه چی میخواستم بگم؟ همین دیگه، بو به معنی
I don't know. نمیدونم. یه مثال بزنم. این بهش صدا میگیره. این مثالش رو میخواستم براتون بزنم. مثلا دوستتون ازتون میپرسه که کازا منجم است سهرا. امشب چی بخوریم؟ شما میگه که مثلا میخواه بگه نمیدونم. میگه بو؟ نمیدونم. کازا منجم است سهرا. بو؟ نمیدونم. من نمیدونم چی بخورم. هرچی خود دوست داری. خب پس اینم از اکسپرسیون امروز دوستان. امیدوارم که واقعا این درسایی که میدونم به دردتون بخوره. اگر که اینطوری هستش زحمت بکشین اون قلب کوچولو رو برام بذارین. اگر دوست دارین البته زور نمیکنم. و اینکه به دوستایی که فکر میکنین که دوست دارن علاقه دارن به این زبان کانال من رو معرفی کنین. برای منم یک کمک خیلی خوبی هستش. بازم ممنونم از همراهیتون. تا فردا. ادامه دیم. چاو.